بزرگترین آبشار جهان خودش زیر آب قرار گرفته. اینجا تنگه آبشار دانمارک بین ایسلند و گرینلند قرار داره. این منطقه فوق‌العاده زیبا از عمق 610 متری زیر سطح دریا شروع میشه و بعد هم حدود 3000 متر به زیر دریا کشیده میشه. عمق این آبشار 3505 متره. در این ویدیو از پاراگراف با آبشارهای زیبا و متفاوت زمین آشنا میشیم. در کیمبرلی غرب استرالیا، این منطقه یکی از شگفت‌انگیزترین آبشارها رو داره. تو دنیا کلن دو تا آبشار افقی داریم که یکیش اینجاست. این پدیده جالب تو اقیانوس جریانهای افقی درست میکنه که شبیه آبشارهایی هن که به طرفین چرخیدن. اینها زمانی تشکیل میشن که جزر و مد خیلی بالا از بین شکافی در پشته های دامنه مکلارتی حرکت میکنه. آبها باعث جزر و مد قدرتمندی میشن که در یک طرف گذرگاه صخره‌ای که باریکه جمع میشن و با سرعت زیاد ازش عبور میکنن. این کار باعث ایجاد این آبشارها میشه. از ویژگی جالب دیگه این آبشار اینه که در طول روز که جزر و مد میچرخه، آب هم دوباره بر میگرده و به جهت مخالف آبشار رو شکل میده. آبشارها معمولاً سطح صاف و لغزنده‌ای دارن، اما آبشار بواتونگ یک آبشار چسبنده جالب تو تایلنده. این آبشار بافت چسبناکش رو به دلیل وجود سنگ آهک صخره‌های زیرینش میگیره. این استکاکی که از صخره‌ها ایجاد میشه به خاطر لجن و جلبک نیست. اینها طبیعی شکل گرفتن، طوری که بدون تجهیزات پیشرفته میتونین از این آبشار بالا برین. در کوههای آنینای رومانی در رودخونه مینیس، یک آبشار گرد و زیبا به ارتفاع تقریباً 8 متر وجود داشت. قبلاً روی سطحی از فرش سبز رنگ خزه که روی یک سنگ بزرگ بود قرار گرفته بود. آب به سنگ‌ها برخورد می‌کرد و به رودهای کوچک تقسیم می‌شد و به یک حوض کوچک در زیرش می‌ریخت. متأسفانه این آبشار منحصر به فرد در سال 2021 فرو ریخت. البته هنوز مقامات محلی امیدوارن که این آبشار بازسازی بشه، چون در طول زمان از بین رسوبات جدید خزه های سفت و سنگی به وجود میاد که میتونه این آبشار رو دوباره درست کنه. یکی از معماهای طبیعت که سالهاست زمینشناسان رو به خودش مشغول کرده، آبشار حوضچه آب گرم شیطانه در ساحل شمالی مینسوتا. بخشی از آبشار به طور طبیعی از صخره ها پایین میره و بعد به رودخونه زیرش میرسه. بخش اسرارآمیز اینجاست که آبها به یک سوراخ عمیق از رود میرسن و انگار توی هوا ناپدید میشن. و این اتفاق فقط برای آب نمیفته. هر چیزی که به این سوراخ بریزه ناپدید میشه. این اتفاق اونقدر عجیب بود که دانشمندا تصمیم گرفتن به داخل این سوراخ عمیق چیزای مختلفی رو بندازن تا ببینن چه اتفاقی میفته. از توپ پینگ پونگ گرفته تا جی پی اس ردیابی رو داخلش انداختن تا ببینن شاید از جای دیگه رودخونه بیرون بیاد و نقطه اتصال این سوراخ رو کشف کنن. اولین قدم برای حل این معما درک حرکت آب بود. این سوراخ مثل یک مخلوط کن غول‌پیکره. آب رو با یک نیروی بزرگ میچرخونه و به داخلش میکشه. محققا حجم آب رودخونه رو قبل از ورود به آبشار اندازه‌گیری کردن و با حجم پایین مقایسه کردن. با کمال تعجب دیدن که هر چیزی که به داخل آبشار میره به رودخونه بر میگرده، اما هنوز نفهمیدن از کجا واردش میشه. آبشار خون، مجموعه ای از آبشارهان که در یکی از خشکترین مناطق قطب جنوب قرار دارن. اینها یک دریاچه زیرزمینی پر از باکتری های خاصن. این موجودات باکتریایی از سولفات برای تغذیه استفاده میکنن. چیزی که جذابه اینه که دریاچه پر از آهنه که موقع برخورد با هوا زنگ میزنه. واکنش شیمیایی هم باعث میشه آبشار به رنگ قرمز و مثل خون باشه. به همین دلیل اسمش آبشار خونه. میریم به ایسلند و یکی از پربازدیدترین آبشارها، سلیا لندسفاس، با ارتفاع بیش از 60 متر. نه تنها دیدنش زیباست، بلکه یک مسیر پیاده روی داره که به راحتی قابل دسترسیه و به شما امکان میده آبشار رو از پشتش ببینید. آبشار شعله ابدی در نیویورک و در نزدیکی کانادا.
این آبشار کوچیک یک اتفاق عجیب داره. یک آتش 20 سانتی متری زیر آبشار هست که از یک منبع گاز طبیعی میاد و همیشه فعاله. به همین خاطر اسم آبشار شعله ابدیه. آبشار زیبای هاواسوپای در ایالت آریزونای آمریکا شگفتی منحصر به فردی داره و اون هم قرار گرفتن این حجم آب توی بیابانه. رنگ قرمز سنگ و خاک این منطقه با رنگ آبی آبشار یک تضاد خیلی قشنگ و چشم نواز ایجاد کرده. خود آب اینجا هم رنگ غیر معمولی داره چون مقدار زیادی کربنات سدیم داخلشه. آبشار از یک صخره بلند به ارتفاع 30 متر به داخل یک حوضچه کوچیک وارد میشه. آبشار ایگوازو در بخشایی از برزیل و آرژانتین امتداد داره و طبیعت بزرگ احاطش کرده. این آبشار و یک منطقه در استرالیا تنها مکانهایی از زمینن که میتونید اونجا این حیوان زیبا به نام ساریق رو پیدا کنید. یک بخش قشنگ از این آبشار به بازدید کنندگان اجازه میده یک دید 260 درجه به محیط اطراف داشته باشن. به اروپا سر بزنیم و کشور کرواسی. آبشارهای جذاب به نام پلتویچ. اینجا یکی از مکانهای میراث جهانی یونسکوه. دریاچه ها و آبشاری با رنگهای منحصر به فرد که رنگ آب اونجا به مواد معدنی توی آب بستگی داره و این آبها در یک جنگل انبوه و سبز روشن احاطه شده. در طول فصل سرد این آبها یخ میزنن و پارک رو مثل یک سرزمین عجایب زمستانی میکنن که حتی میتونه بیش از 30 روز یخ زده باشه. نمیشه حرف از آبشار بزنیم و به آبشار انجل اشاره نکنیم. بلندترین آبشار جهان با ارتفاع بیش از 975 متر. میتونید این آبشار رو در ونزوئلا پیدا کنید. اینجا توسط پارک ملی کانایما احاطه شده که ششمین پارک ملی بزرگ جهانه. در طول فصل بارانی آبشار به دو بخش جداگانه تقسیم میشه. در ماه‌های گرمتر آب قبل از رسیدن به کف آبشار تبخیر میشه که غبار معروف آبشار رو درست میکنه. این آبشار در سال 1952 کشف شد. پشت سه پل طبیعی قرار گرفته و 250 متر به داخل غاری از سنگ آهک وارد میشه. این غار حاصل میلیون‌ها سال فرسایش سنگ آهکه. زمینشناسان تخمین میزنن که قدمتش حدود 160 میلیون ساله. پس احتمالاً دایناسورها را هم قبلاً دیده. شما هم اگر آبشارهای جالبی رو میشناسید که معروف نیستن حتماً توی کامنت ها ذکر کنید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.